واقعا از سطح هوموفوبیک بودن جامعه خیلی ناراحتم. بسیمم دوست داره دور ما برخصه، منم توی حالی هم بهش میگم سخار خلصه. میگی زخ خوردی مد قلبت بد کرد. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم به حواشی حمایت جنجالی خلصه از جامعه LGBT و فحاشی به مردم بابت واکنش هایی که داشتن بپردازیم. پس لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و با من تا آخر این پست همراه باشین. داستان از عکسی که خلصه از خودش منتشر کرده شروع شد. عکسی که توی اون خلصه پرچم LGBT رو روی دوشش گذاشته و از این جامعه حمایت کرده. بعد از انتشار این عکس خیلی از طرفدارای خلصه بهش حمله کردن و حرفای ضد جامعه LGBT میزنن. خلصه هم که حسابی عصبی میشه، چند تا وایس تو چنل تلگرامش میذاره و جوابشون رو میده. واقعا از سطح هوموفوبیک بودن جامعه خیلی ناراحتم. سطحی که واقعا افکار عقب مونده و همجنسگرا رو اذیت میکنه. با این وضع آخون نمیره بچه ها. با این وضع یعنی شما واقعا یه سرتون حقتون طالبانه. اینقدر عقب مونده است ذهناتون و اینجوری که اصلا به LGBTQ کامیونیتی نگاه میکنین خیلی گاوین واقعا. متاسفم واقعا جمهوری خیلی از سرتون زیاده. واقعا این آدمایی که من میبینم زن ستیز هوموفوبیک واقعا متاسفم. من کیام در نمتون این آدمای عقب مونده و زن ستیز و گی ستیزی مثل شماها واقعا نمیدونم چی میگین زن زندگی آزادی. شما آخون طالبان آبادی فقط بهتون میخوره. واقعا کسولی ناجی. واقعا متاسفم از ایرانی بودنم شرمم میگیره حاجی. جمهوری براتون خیلی جلوه. یعنی اینقدر جمهوری جلوه که شما ملا عمر حاجی کسکشا از سطحتون زیاده. اینقدر شما کسکشا هوموفوبیکین که من میام یه عکس میذارم از حمایتمون پرایدی که گایده شدن سالها توسط آدمایی مثل شما اصولا بعد میام مینویسین سر خلصم جونی شما. آخه اینقدر شما گاوین. میخواین کیرم تو تمام افکار فسیلتون، کیرم تو کل ملت ایران بابا. بعد از پخش شدن این عکس ها سابای چنل تلگرام خلصه با سرعت خیلی زیادی ریزش پیدا میکنه. اما خلصه که نمیخواد کسی این موضوع رو بفهمه شروع میکنه به ساب فیک زدن که البته این موضوع از چشم طرفداراش دور نمیمونه و یکی از طرفداری همیشه در صحنه‌اش این ویدیو رو منتشر میکنه که نشون میده خلصه داره ساب فیک میزنه تو چنلش. در کل ما هم مخالف فحاشی به جامعه LGBT هستیم و تا جایی که بتونیم از حقشون دفاع میکنیم. اما خود خلصه در گذشته بارها به این عزیزان توهین کرده و از کلمه های ضد LGBT برای تحقیر طرف مقابلش استفاده کرده. ویدئویی که میبینین درگیری قدیمی خلصه با پوتکه که توی اون برای تحقیر پوتک از کلمات ضد جامعه LGBT استفاده میکنه. ببین گی زاده اسم من از دهنت بکش بیرون. زنگ زدی به سیجار خایمالی کردی تو آلبوم رات بریم به خودم زنگ زدی خایمالی کردی آخه. اما این پایان درگیری های دیشب سپهر خلصه نبود. همون زمانی که اون داشت به مردم فحاشی میکرد و حساب فیک میزد تو چنلش، جیدال دیسترک خودش رو به سپهر خلصه منتشر میکنه. بسیمم دوست داره دور ما برخصه، منم توی حالی هم بهش میگن سخار خلصه. بعد از انتشار این موزیک خلصه بازم تو چنل تلگرامش چند تا وایس به عنوان دیس به جدال پخش میکنه. میگی زخ خوردی مد قلبت بد کرد. تش میفهمید که هستی یه انگل. تو رو نمیگیرم بکستم گردم. کونی برو نمیشه با من شر کرد. با میگه این بار نیستش مثل دفعه قبل که تو رو کوری کشتتت نفش قبره. کنسرتاتو نمیزنه پشه پرکه. باید من دیس کنی توی فر به یه چاقال. در حد همین بودی، در حد دو بیت فریستال بودی. به قدری کیرم نیستی که بخوام جوابتو بدم. برو برو چاقال گوسفند پیش بیام الان وقت دیسم رو موزیک ویدیو نکنی بریم اونجا کارگردان زن من تو ببره. جیدال هم ساکت نمیمونه و تو چنل تلگرامش اینجوری جواب خلصه رو میده. ببین منم میتونم 10 تا کوسچر راجع به تو و خانومت بگم. خودت هم خوب میدونی که میتونم بگم. صرف یه چیزایی بگم زیرت یه جوری روشن شه. ترکیه بری هوا همین تورنتو بیای پایین. ولی آدم کیری. من مثل تو لو لول کوسچر نیستم. آدم دوزاری نیستم. نیلوفر هنوز خواهر من میمونه. بهش بی احترامی نمیکنم. از نیلوفر هم استفاده نمیکنم که به تو بزنم. اینو اول بهت بگم. با اینکه میتونم کار دو ثانیه است. خب شما هم یه چیزی شنیدین؟ هی من اونور دارین میگین. راجع به اون قضیه هم به موقعش خودم قشنگ توضیح میدم. راجع به زندگی خصوصی که شما چونیا دور برداشتین هی زرزر میکنین. هر موقع صلاح بدونم راجع به اون خودم حرف میزنم. و
ولی شما چاغالا اصلا حرفی نداریم برای گفتم به من. کیری مقام تو اصلا حرفی جلو من تو رپ کردن نداری. من که یادمه که میگفتی نمیدونم عکس عرفان بالا تختم بود، نمیدونم عرفان رپر مورد علاقه من بود، خیلی دوستش داشتم، اولین کنسرتی که رفتم عرفان بود، خایمالیشو میکردی، کله ایمانمون رو ماچ میکردی، میگفتی خدایا مرسی که ایمانمون اومده، به من میگفتی تو یکی از بهترین رپرای ایرانی. حالا سر خایمالی اون جی جی کسکش، البته میدونم چون بالاخا داره، تو هم بالاخای کون در اومدی آخر سر، یعنی بالاخره یه کاری کرد که ما پرمون به هم دیگه بگیره، با اینکه من دلم نمیخواست پرم به تو بگیره، ولی انقدر آدم لوخای مال و کس و شعری هستی که این کارو کردی دیگه. حالا من بچخت و بچخی دیگه، ببین هر کس شعری بگی 20 تا میذارم روش جواب تو میدم، کیرم هم نیستی، میگم ریلکس ریلکس هم کارو انجام میدم. نظر شما راجع به حواشی ایجاد شده و حمایت خلسه از جامعه ال جی بی تی چیه؟ برامون کامنت کنین. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراهمون بودین. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. همچنین زنگوله زیر این پست رو هم فعال کنین تا اگه پست جدیدی گذاشتیم با خبر بشین.